های آینده مرکز گفتید، ما در هفته اول ژوئیه، یعنی کمتر از یه ماه دیگه، یک کنفرانس داریم برگزار میکنیم که در واقع در صدومین سال آمدن عبدالبها به استنفورد. 100 سال پیش، 1912، ما میخواستیم درست در 100 سالگی باشه، ولی خورد به کرونا، حالا بعد خود به چند تا چیز دیگه، ولی داریم همین دو هفته دیگه، سه هفته دیگه انجامش میدیم. اصلا باور نکردنیه که تمام دانشگاه رو، استنفورد رو، در 1912 تعطیل کردن یه روز که ایشون بیاد سخنرانی کنه. اومده سخنرانی کرده، یه اتفاق خیلی مهمی بوده. و اون وقت فایلاش هست، فایلای صوتیش و اینا؟ فایلای خیلی، ما داریم 7 اونجا مقاله هست که یکی از مقالات رو من و آقای تجارتی که همونتون برنامه چیزم بود، ما داریم ارائه میدیم. فقط آرشیو استنفورد و عمدتاً آرشیو استنفورد رو رفتیم، هر چی که در مورد اون جریان هست در آوردیم. خیلی اسناد درخشان جالبی هست در موردش، و اینکه چه اتفاق مهمی برای دانشگاه بوده. و مثلا در تمام این 100 سال 5-6 بار بیشتر نبوده که دانشگاه رو اینجوری تعطیل کردن. مثلا یه دفعه برای گورباچف تعطیل کردن، یه دفعه برای مارتین لوتر کینگ تعطیل کردن، یه دفعه برای ایشون تعطیل کردن. و خب ما میگیم باید ببینیم چی اسناد چی میگه، اهمیتش چی بوده، چرا دعوتش کردن، چرا اینقدر بزرگش کردن. من میدونم این برنامه پس فردا پخش بشه یا حتی الان زودتر، چون ما اینو اعلام کردیم جمهوری اسلامی شروع میکنه فوش دادن و چیز کردن. ولی اونا کاری غیر از این بلد نیستن، کاری غیر از این بلد نیست. اونایی که به هر حال به ما فوشو میدن، ولی شگفت انگیزه که یعنی اون رفتن ایشون به اونجا به نظر من خیلی حرکت خوبی بود، خیلی حرکت بایسته ای بود. به هر حال بهایت یه دیانت مهمی است که از ایران در اومده، و چه بهش باور داشته باشیم چه بهش باور نداشته باشیم، به عنوان مورخ، به عنوان کسی که به تاریخ ایران علاقه‌منده، باید در شناختش و در شناسوندنش، نه در تعریف کردن ازش، شناسوندنش چیه و کمک نقش داشته باشیم. و در مورد سفرم به نظر من کسی که بیش از همه باد میزنه به این در واقع آتش انتقاد، جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامیه که هم به نفاق باد میزنه، هم در حمله به سفر ایشون باد میزنه، هم در حمله به حامد اسماعیلیون باد میزنه. من کاملا دست اینها رو در این نوع حملات بیرحمانهی که مثلا به اون سفر میشه یا به حامد اسماعیلیون میشه یا به مسیح علی نژاد میشه، اینها کاملا دست دارن. منظورم این نیست که هر کدوم از اینها حتما قابل انتقاد هستن. من فکر میکنم من اگه جایشون بودم حتما اونجا که رفته بودم با فلسطینی ها مثلا صحبت میکردم. خب یا میشه این نکته رو مطرح کرد، ولی اینکه اون رفتن اونجا یه قدم مثبتی است و یه فشاری است در اون رو هم بایستی در نظر گرفت که اون به نظر من بچه مهم میشه. ولی یه عده‌ای دارن چیز میکنن، یه عده از منظر فقط آقای دکتر شهامت میخواست یه همچی کاری، یعنی ایشون واقعا یه از خود گذشتگی از خودش نشون داد، اینطور نیست؟ حتما جرأت میخواد، حتما. ولی خب میدونید مثلا شما اگر رابطه شاه رو نگاه کنید، خیلی جالبه، شاه خیلی زودتر از همه با اسرائیل رابطه داشت. بله بله. و خود اسرائیلی‌ها در زمان شاه کارهای عمرانی زیادی کردن، اون تونل آببر فومن رو درست کردن، و چون تجربه و اطلاعات وسیعی که دارن در این زمینه، وقتی که کیبوتس ها رو اداره میکردن و این گونه کارها، واقعا کارهای حیرت انگیزی رو انجام داده بودن. ببینید اتفاقا درست، ببینید ایران در کنار ترکیه اولین کشوری است که اسرائیل رو عملا به رسمیت میشناسه. ایران رابطه دیپلماتیک مستقیم نداشت، ولی وجود اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، و از روز اول در واقع
ایران طرفدار سیاستی بوده که میگه اسرائیل باید حق حیات داشته باشه ولی فلسطینیان باید حق حیات داشته باشن. بله. و تا روزی که شاه بود این سیاست ادامه داشت. اسناد رو من میبینم هر دفعه کسی از مثلا اسرائیل به ایران میامد، چه شاه باش صحبت میکرد، چه زاهدی باش صحبت میکرد، چه انتظام در سازمان ملل، همه اینا این سیاست خیلی جالبی رو چیز داشتن. من میدیدم که بعضی گفتن که آره نباید به پلی فلسطینی ها میرفت چون فلسطینی ها در این چند ماه اخیر از جنبش ایران دفاع نکردن. بله. در دوران شاه فلسطینی ها چیریک ها تروریست ها هرچی دلتون میخواد بهشون بگید میرفتن در مرکز الفت تعلیمات فعالیت چریکی میدیدن، فعالیت تروریستی میدیدن. یعنی عملا با دولت پادشاه ایران اون زمان معارضه میکردن، ولی شاه در دراز مدت نگاه میکرد، دید با اینا رابطه داشتن بهتر از رابطه نداشتنه. 1371 من در کتاب نگاه به شاه شماره چکشم آوردم، $500,000 به یاسر عرفات و الفت کمک میکنه ایران. دکتر گفتید که این جلسه‌ای که خواهد بود در مرکز در مورد بهائیت، چه کسانی سخنرانی خواهند کرد؟ در مورد بهائیت نیست، در مورد اون سفر به آمریکا. سفر عبدالبها است. چون برای که بهائیت باشه بحث خیلی متفاوته. ما همه دارن، همه کسانی که دعوت کردیم، کسانی که در مورد صحبت خواهند کرد آقای تجارتی و من هستن که در مورد آرشیو و آنچه که آرشیو در مورد این سفر میگه صحبت میکنیم. آقای بروکشا هستن که از آکسفورد میان، در مورد نظرات مختلفی که در اون سفر بیان شده خانم دکتر متحده هستن از دانشگاه یورک، دانشگاه دوک، که استاد برجسته دانشگاه دوک هستن، هستن در مورد اون سفر یک کتاب نوشتن. خانم دکتر یزدانی هستن، آقای استاکمن هستن که در مورد آرشیف های بین‌المللی، و آقای تامسون هستن که در مورد نظرات ابراز شده عبدالبها در کنفرانس در مورد نژاد و برابری نژاد و مخالفت با نژاد پرستی. ایشون آدم روشنی بوده آقای دکتر، و با یک دید متفاوتی میاد به میدون و گویا سخنور خیلی ماهری هم بوده. سخنرانیش در اینجا که من خوندم متنشو، من قبلا خونده بودم یک خلاصهش، این دفعه مفصلش رو خوندم، درخشانه. و اینکه اصلا اومده تو استنفورد فارسی صحبت می‌کرد آقای دکتر؟ فارسی صحبت می‌کرد، بله. ولی اومده در استنفورد میگه که باید آینده رو از طریق علم مسائلش رو حل کرد، و دقیق تأکیدش در اینجا بر ضرورت یه تاکید اساسیش، و تقریبا در تمام سخنرانی های تجارتی خودشون در یک کار دیگه ای دارن تحقیق میکنن با یک محقق دیگه ای که کل اون سخنرانی ها در اون سفر در موردش چی بوده، یه تم دائمیش مسئله آموزش بوده و اهمیت علم در مقابله با جهل. و خب میبینیم که جمهوری اسلامی جلوی تحصیل معتقدین به دیانت بهایی رو گرفت، با وجود این در خونه هاشون اینا رفتن و به همدیگه کمک کردن، و کسانی که از این خونه ها به اصطلاح فارغ التحصیل شده بودن دانشگاه های معتبر دنیا پذیرفتن و میپذیرن، کماکان هم میپذیرن. بله، کماکان هم میپذیرن. من دانشجوانش رو در خود استنفورد، در برکلی، در دانشگاه شیکاگو، مثلا شگفت انگیزه، یعنی یه حق قانونی ازشون گرفتن، شگفت انگیزه واقعا، حق قانونی تحصیل رو از اینا گرفتن. اینا گفتن باشه، اعتراض هم نکردن، رفتن یه دانشگاه خودشون رو انداختن، اونا هم گرفتن. و الان هم که جنازه مردگانشون رو اجازه نمیدن که توی به اصطلاح روش خودشون و با اعتقادات خودشون به خاک بسپارن، و الان صحبت بر سر همین موضوع هست. آقای عمویی که 7-8 سال در ایران زندان بودن،
در واقع طرفداران موسوی هن. کماکان هم به هر حال یه چیز میگن تو زندان خاطرات زندانشون رو چاپ کردن، خیلی خیلی جالبه، واقعا شگفت انگیزه. من یه مقدمه ترجمه انگلیسیش نوشتم. میگه یکی از بهترین همسلولای من اون کسی بود که این دانشگاه باهایا رو تأسیس کرده بود، به جرم تأسیس انداخته بودن این زندان و میگه اصلا تلخی و چیزم نداشت، با یک روحیه عجیبی حبسشو میکشید و کارشو در اونجا ادامه میداد به نوعی. خب آقای دکتر، جمهوری اسلامی همه جور دست و پا زده و تلاش کرده که از مفاخر تاریخی ما اونا رو زیر سوال ببره، به سایه ببره، آزادی زنان ما رو بگیره، آزادی مردان ما رو بگیره. بپردازیم به این شرایطی که در بلوچستان و کردستان و اون استانهایی که بالاترین مظالم رو شاهد بودن، به خصوص از روز روی کار آمدن جمهوری اسلامی و این دلاور بودن و شهامتی رو که مولوی عبدالحمید داره نشون میده. با وجود این، اینا دارن جوانای بلوچ رو اعدام میکنن و دادرسی نیست. این کار تا کجا میتونه پیش بره دکتر؟ من میگم، من فکر میکنم کل این نظام نکبت ولایی دوام دراز مدتی میتونه داشته باشه و یکی از و به نظر من نشانه های مهمش اینه که نمیتونن این جریان رو نتونستن و به نظر من نخواهند تونست سرکوب کنن. متاسفانه به نظر من اگر به ارقام آمار آدم نگاه بکنه، گرچه در دوران شاه مثلا در سیستان و بلوچستان کارهای سازندگی فراوانی میشد، من با دانشجو رفتم سفر کردیم تا چاه بهار رفتیم از اون اومدیم، ولی ارقام رو که محققین در آوردن، سهمی که در از بودجه مملکت در جایی مثل کردستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان خرج میشد به نسبت بقیه جاها سهم کمتری بود. یعنی یه مقداری در اون زمان هم به رغم اون سازندگی هایی که بود و به رغم آزادی نسبی که در زندگی روزمره مردم بود، اینا که اومدن یک مسجد نذاشتن سنی ها در سیستان و بلوچستان برای خودشون بسازن. این شگفت انگیزه، اینا مدعی دیانتن و تمام فشارهایی که علیه همه میارن در اونجا دوچندان میارن، برای اینکه احساس میکنن اونا شاید کمتر از دیگران صداشون به دنیا میرسه. این بار به نظر من خب کور خوندن، هم رهبری اونجا داره خیلی با درایت عمل میکنه و هم مردم بیش از همه. ما اتفاقا در اون کنفرانسی که اینجا داشتیم، یکی از کسانی که صحبت میکرد یه خانم فعالی از بلوچستان بود، میگفت یه شبکه خیلی گسترده است که این در واقع تظاهرات هر جمعه رو سازماندهی میکنه، خیلی تلاش مستمر پیگیر سازمان یافته‌ای برای ادامه این کار هست. و من فکر میکنم یکی از شعله هایی که قدم رو به ادامه این ماجرا امیدوار میکنه همین شعله ایست که در اونجا هست، در کردستان هست و در خیابان تقریبا هر شهر ایران هست در مبارزه زنان با حجاب اجباری. شگفت انگیز شجاعت این زنان و دخترانی که به رغم همه این تهدیدها و این آژانهایی که میارن و نمیدونم تهدیدهایی که میکنن و نمیدونم خونتون رو میگیریم، حساب بانکیتون رو میبندیم، پاسپورتتون رو میگیریم، گوششون بدهکار نیست، چون میدونن این برای آینده ایران و برای آزادی زنان یک لحظه تاریخی کم بدیله. دکتر میلانی، در مورد برقراری رابطه بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی که همه حیرت کرده بودن بعد از اون همه فحاشی ها از خمینی گرفته تا خامنه ای و اعوان و انصارشون به سران عربستان سعودی و
فامیل ابن سعود و غیر و ذالک، و بعد دوباره پذیرفته شدن بشار اسد در جامعه عرب. این رو در فرصت چند دقیقه‌ای که داریم به پایان برنامه ممکنه که نظرتون رو جویا بشم. ببین اولا اینها آخونده الان حداقل یک سال خورده است که دارن سعی میکنن ببینن رابطهشون رو با عربستان میتونن کم تنشتر بکنن، برای اینکه تو عراق مذاکراتی بوده که دائم بهش اشاراتی میشد. چین به گمان من وارد این ماجرا شد برای اینکه از یه طرف یه لگد گنده به جمهوری اسلامی زد، اون قرارداد 25 ساله رو نپذیرفت، سرمایه گذاری در ایران نکرد، چاه بهار رو نپذیرفت به عنوان بندر، رفت پاکستان برای خودش یه بندر درست کرد و بعد رفت یه قرارداد چند صد میلیاردی با چین و امارات بست. و اون اعلامیه‌ای که داد، نمیدونم خلیج و اسم خلیج رو تحریف کرد با چین و امارات. چین با امارات و عربستان دیگه. بله. به همین خاطر من فکر کنم چین وارد ماجرا شد که تشویق کنه عربستان رو که یک کمی رابطهش رو با ایران بهتر بکنه، برای اینکه یک کمکی کرده باشه به این رژیم، کمک مالی حاضر نشد بکنه، حالا کمک دیپلماتیک میخواد بکنه. از جیب خلیفه میبخشه. دقیقا از جیب خلیفه میبخشه. و اینکه بشه رابطه رو عادی کرد، من بعید میدونم، برای اینکه از جنس جمهوری اسلامی، در جنس جمهوری اسلامی نمیدونم که بتونه خودش رو اصلاح بکنه. این اختلافایی که در درونشون هست و این بیخردی که در رهبریشون هست و اینا. ولی در مورد عربستان به نظر من یه مسئله بسیار مهم تاریخیه داره اتفاق میفته و یه مقاله هم من در این مورد نوشتم با همکارم آقای مکفار. بله. که در واقع عربستان داره به این نتیجه میرسه که آمریکا داره سعی میکنه خودش رو هر روز بیشتر از خاورمیانه به دور کنه، به نفت خاورمیانه نیاز چندانی نداره، عملا نیاز نداره، آمریکا الان صادر کننده نفته و اونا دارن در پی متحد جدیدی برای خودشون میگردن و به همین خاطر رفتن به طرف چین، قراردادی که بستن، حتی شروع به مذاکره کردن برای اینکه شاید یک نوع ارز جدید رو جای ارز دلار بذارن برای مبادلات نفتی. یعنی یک نگاه به گمان من استراتژیک تازه ای عربستان داره پیدا میکنه، به خصوص در دوران این آقای محمد بن سلمان، به خصوص در دوران بن سلمان در شرایطی که در آمریکا بایدن رئیس جمهور است. بین بایدن و بن سلمان اختلاف نظر و کراهیت فراوانه. دکتر دو دقیقه وقت داریم، در این دو دقیقه روز به روز انتقادات به سیاست خارجی پرزیدنت بایدن بیشتر میشه و ناکارآمدی رو که مدعی هستند در مورد کنترل مرزها، در مورد اقتصاد، که البته مسئله اقتصاد یه بحثی است که واقعا ربطی به اون نداره به اون صورت، ولی به هر صورت انتقادات روز به روز داره بیشتر میشه حتی از خود دموکرات ها. این رو به چه صورت میبینید؟ ما خیلی فرصتمون کمه، یک دو دقیقه بیشتر وقت نیست. برنامه اقتصادیش من صلاحیت اقتصادی ندارم، ولی به نظرم میرسی که حداقل در صحبتهایی که میخونم، مقالاتی که از آدمایی که اهل نظر هستن، خیلی ناموفق نبوده. ولی در مورد ایران به گمان من سیاستش کاملا ناهمگون و ناموفقه. معلوم نیست چه سیاستی داره کجدار و مریض میکنه. اینکه فکر کنن هنوز میشه این برجام رو یه جوری نجات داد، به نظر من یک توهم عظیمه. به همین خاطر من فکر میکنم جای ایران قطعا در مورد سیاست خارجیش در ایران هست و در مورد سیاست خارجیش در مورد خاورمیانه. یعنی به نظر من این تحولاتی که داره اتفاق میفته در عربستان و در خلیج فارس، آیندهش برای آمریکا و غرب اهمیت زیادی داره و بیتوجهیش به این قضیه به گمان من یک خطای استراتژیکی خیلی مهمه. بی نهایت از لطفتون متشکرم آقای دکتر میلانی.
هفته آینده مثل اینکه مسافرت تشریف دارید، منتظر میشم که کتابای مرحمتیتون رو ببینم و انشالله در بازگشتتون از مسافرت در مورد کتاب ها و سایر مسائلی که فرصت نشد امروز صحبت کنیم صحبت خواهیم کرد. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما بینندگانی که لطف کردید و من رو لایق دونستید و برنامه ما رو. سپاسگزارم و از رضا کیهان همچنین که کارگردانی برنامه رو به عهده داره. توصیه‌ام این هست که نشریات فارسی رو بخونید، حمایت بکنید، فعالیت‌های هموطنانمون رو حامی باشید. روز و روزگار به شما خوش.